خانم آقایان، امیران گرامی، بینندگان و شنوندگان عجمن، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در هفته ای که گذشت همه شما آگاهی دارید چند اتفاق مهم امیران گرامی اتفاق افتاد. یکی دستگیری مردک جانی دزد معروف سعید مرتضوی و قاتل که پس از مدت ها قایم موشک بازی که در آوردن، بالاخره گفتن ایشون رو در شمال تک یک عملیات مهیرالعقول دستگیرش کردن و به زندان اوین تحویل دادن. بگذاریم از اینی که حتی کسانی که وابسته به گروه اصلاح طلب رژیم هستن هم در مورد سعید مرتضوی اعتقاد دارن او هزینه های سنگینی به رژیم تحمیل کرده و خیلی زودتر از این بایستی او رو دستگیر میکردن و تحویل عدالت میدادن. اما همه شما آگاهید همیهنانی گرامی که این مردک سعید مرتضوی از یک از شهرکای یزد بدون تحصیلات حتی متوسطه به تهران اومده. قبل از اینکه به تهران بیاد در سن خیلی کم، گویا 20 یا 19 سالگی، شده جز عواملی که مخالفین نظام جمهوری اسلامی رو در همون اوایل انقلاب اینا رو دادگاهی میکرده و یا کمک میکرده به حکام شهر و در اونجا نشون داده که یه آدم قسی‌القلب و یه آدمی است که برای پیشرفت و ترقی دست به وقیحانه ترین و جنایت آمیزترین کارا میزنه. به طوری در دادگاه های یزد این خوشرقصی کرد که بعد از این که آمد در تهران بلافاصله با مقامات اینو در ارتباط گذاشتن که در دادگاه ها به او تکیه می کردن و او هم در این دادگاه ها سنگ تمام می زاشت. بعد یواش یواش ترقی کرد و همونطور که آگاه هستیم اولین روزنامه ای رو که این مردک سعید مرتضوی در یک دادگاه بسیار جنجالی مدیرش رو محکوم کرد و جلوی انتشارش رو گرفت، روزنامه سلام بود که اون حجت الاسلام خوینی ها اون رو اداره میکرد در زمان رفسنجانی و خوینی های قدرتی بود در زمان خمینی. مرتب خمینی تکیه میکرد که آقای خوینی ها از کسانی است که من بزرگش کردم، بسیار بهش اعتماد دارم و سخت مورد توجه پسر خمینی و اطرافیان خمینی بود، احمد آقا. بعد این روحانیون مبارز رو که درست کردن در برابر روحانیت مبارز، خوینی ها جز رهبران اولیش بود، نه خاتمی، خوینی ها. و خود در قبل هم کار دادستانی کل انقلاب کرده بود، رهبر دانشجویان خط امام بود
که مثل دوالپا از دیوار سفارت رفتن بالا، سفارت آمریکا رو اشغال کردن و تمام اون لطماتی که حتی اون جنگی که به ما تعمل شد در اثر همین کارهایی بود که این آقای خوینی رو انجام داد. بنابراین یه آدمی مثل خوینی ها رو که مورد غضب نفر بعدی خمینی یعنی رهبر چاوکشان جهان علی خامنه‌ای قرار گرفته بود، بسیار تعجب آور بود. رئیس اون دادگاهی که روزنامه سلام رو آوردن به دادگاه همین مردک سعید مرتضوی بود و در دادگاه طوری رفتار کرد با خوینی ها که او رو تقریبا منزوی کرد. یعنی او فکر کرد که وقتی که بعد از این همه خدماتی که به خمینی و روزخان ها و اینا کرده و سفارت رو گرفته، خیال میکرد که در آینده یکی از رهبران تراز اول خواهد بود. بعد او رو آوردن زیر دست یه آدمی گذاشتن که اصلا تا اون زمان نه اسمش رو شنیده بود و نه اینا میدونستن که این آدم چگونه هست. بعد محکومش کرد، جلوی انتشار روزنامه سلام هم گرفت و بعد اوضاع آرام شد. این تنها روزنامه بود که زمان به اصطلاح رفسنجانی بعضی وقتها یه چیزهایی می نوشت که تقریبا حالت انتقادی داشت، چون به طور کلی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور بود به هیچ روزنامه اجازه مخالفت با رژیم رو نمیداد، با رئیس جمهور یا وزرا. بعد از مدتی دیدم که خب این آدم بسیار وقیه، این سعید مرتضوی، کسی که بتونه در برابر آدم مثل خوینی ها وایسه و با وقاحت کامل، اون آدم هم که خودش در وقاحت دست کمی از این نداشت ولی سخت مورد توجه به اصطلاح امام مرحول و احمد آقا و روحانیون مبارز بود، او رو وادار کنه که روزنامه‌اش رو تعطیل بکنه و گوشه نشینی کنه، این بود که بسیار مشهور شد. بعد از اون هر روزنامه‌ای رو که میخواستن تعطیل بکنن، هر روزنامه‌ای رو که میخواستن توقیف بکنن و مدیران هر روزنامه و نویسندگان هر روزنامه رو یا مجله رو اگر میخواستن کاری بکنن که دیگه برای همیشه تعطیل باشه، سعید مرتضوی رو میذاشتن در اون دادگاهی که این مطبوعات رو به اصطلاح محاکمه میکرد و اسمش هم گذاشتن قصاب مطبوعات. در همین حیث و بیس موقعی که رئیس دادگاه مطبوعات هم بود، البته شد دادستان انقلاب ایران و دیگه وسعت کارش روز به روز بیشتر و بیشتر شد، طوری که در زمان همین مردک سعید مرتضوی بسیاری از انسان‌ها رو گرفتن، شکنجه کردن، کتک زدن، کشتن و سرصداش رو این مردک سعید مرتضوی خوابون. اولین لقب انقلابی که به این دادن شخص رهبر چاوکشان جهان بود که در یک اظهار نظر گفت ما قضات انقلابی داریم که تحت تأثیر هیچ مسئله‌ای قرار نمی‌گیرن، از جمله این که مثلا فلان شخصیت نفوذ داشته یا نه. همه فهمیدن که منظور از رهبر چاوکشان جهان آدمی است مثل سعید مرتضوی، ولی یکی دو جان حتی علی خامنه‌ای اسم سعید مرتضوی را آورد. همون زمان بود که بحث در گرفت که سعید مرتضوی سوالات کنکور رو گرفته با تهدید از کسانی که سوالها رو طرح کردن و اینا رو فروخته و میلیون ها در اون زمان به جیب زده، ولی کسی جرأت نداشت و قدرت نداشت در برابر نور چشم علی خامنه‌ای رهبر چاوکشان جهان و کسی که سخت مورد توجه رژیم بود بخواد ارزندام کنه. او هم به قلقم مطبوعات و قلقم مخالفین و بگیر و ببندهای خودش ادامه میداد تا اینکه وقایع سال 88 اتفاق افتاد. یعنی در یک انتخابات قلابی، همونطور که البته همه این انتخابات ها به حال خود شد،
انتخابات ها. همه این انتخابات که از ابتدا انجام شده تا به حال در زمان جمهوری اسلامی همه همون میدونیم وضع چگونه بوده، ولی اون انتخابات دیگه خیلی شاهکار، یعنی خود رژیم اومد 4 نفر رو تعیین کرد، گوه آقا به اینا میتونی رای بدین، بعد زد زیرش، بعد مردم رو سرکوب کرد، کشتار کرد، بعد احمدی نژاد رو با اون همه کثافت ها، دزدی ها و حماقت هایی که در جهان انجام داده بود، در سخنرانی ها شد، طوری که مردم رو عصبانی کرده بود، آوردن و دوباره به سمت رئیس جمهور منصوب کرد. ولی علی خامنه‌ای تصمیم گرفت که آقای شاهرودی عراقی رو از سمت ریاست قوه قضاییه بعد از 2 دوره برداره و یه نفر آدمی که بیشتر مورد اعتماد او هست، نه که او یکی نبود، نه که یزدی نبود، همشون بودن، ولی کسی رو در اصل اونجا گذاشت که نوکر باشه، چون علی خامنه‌ای در برابر شاهرودی و یزدی یه مقداری احساس کوچکتری میکرد، ولی در برابر این مردک لاریجانی که خودش دستی او رو گرفته بود گذاشته بود توی شورای نگهبان و از شورای نگهبان هم برداشت رو آورده بود به نام قاضی الغزات و رهبر به اصطلاح قوه قضاییه گذاشته بود، این خیلی هم جوان بود، آب پاکی رو ریخ رو دست همه، یعنی کاری کرد که یه عده جوانی، یه عده چاوکش، یه عده شکنجه‌گر رو آورد در دستگاه قضایی، از جمله رئیسی، همین ابراهیم رئیسی که الان رئیس آستان قدس رضویه، از جمله اژلی، از جمله پور محمدی، یه عده کسانی که دستاشون به خون مردم ایران آغشته بود و بسیاری پرونده های کثیف و رذیلانه داشتن و بسیارشون هم در جنایات مختلف دست داشتن، اینا رو هم آورد تو قوه قضاییه، ولی یه شرط کرد، چون شنیده بود که این سعید مرتضوی اصلا حتی به حرفای رئیس قوه قضاییه هم اعتراض نمیذاره، اصلا قبول نداره، اینی که شرطش با خامنه ای این بود که ایشون رو از این سمت بردار، خامنه ای هم به اون چاکر مخصوصش یعنی احمدی نژاد گفت ایشون یه شغل نوانا آبدار بهش بده، اونم برداشت اینو گذاشت اول توی قسمت مبارزه با قاچاق ارز و قاچاق، و این رفت اونجا دید که محیط خیلی خوبیه برای دزدی و برای اینی که مقدار متنابه پول به جیب بزنه، اونجا هم شروع کرد خوشخدمت کردن و یه مقدار زیادی به جیب زد، تا اینکه گفتن آقا تو اجازه نداشتی، به احمدی نژاد گفتن اجازه نداشتی اینو اینطوری برداری بیاری وقتی که از دادگستری اخراج کردن بیاری بذاری در یه سمت دولتی، این باید نمیدن مورد تایید این شعبه های مجلس باشه، از این صحبت ها احمدی نژاد این آدم رو آورد، اول که باز حفظ سمت، بعد گذاشتش در مقام این به اصطلاح جایی که بیشترین پول ها تأمین اجتماعی، تقریبا اکثریت کارگران و کارمندان ایران پولاشون رو میذاشتن توی، مجبور بودن ماهیانه یه مقداری به تأمین اجتماعی بدن تا بتوانن پیش پزشک برن، تا بتونن اگر بیمار شدن در بیمارستان برن، و این پول برای کمک به کارمندان و کارگران سراسر ایران باشه، تعدادشون چندین میلیون نفره، و پولی که در اونجا بود پول عظیمی بود، میگم عظیم به خاطر اینکه ده ها و صد ها کارخانه زیر دست تأمین اجتماعی بود و مقدار متنابهی بود، درست این اصطلاح فارسی که میگن گوشت رو گذاشتن دم دهان گربه، این آدم دزد سعید مرتضوی با اون پرونده های جنایتکارانش آوردن گذاشتن در رأس سیستم تأمین اجتماعی، ولی قبل از اینکه به اینجا بیاد چند تا شیرینکاری دیگه کرده بود سعید مرتضوی، یکی این که زمانی که دادستان تهران بود خانم زهرا کاظمی رو به جرم این که تو داری عکاسی میکنی برد تو زندان اوین، بهش تجاوز کردن خودش و اون حاجی بخشی و بعد کشتنش، و بعد جنازه اینو در حقیقت آوردن بردن توی
بهداری تو بیمارستان و گفتن که ایشون در حال اغما بوده و بعدم فوت کرد. و پرونده خانم زهرا کاظمی رو با همه سر و صدایی که در ایران و خارج کرد، چون میدونی که این خانم زهرا کاظمی تابعه کانادا بود، دولت کانادا شدیداً اعتراض کرد و حتی یکی دو نفر از این اصلاحچیان گفتن رژیم نباید در برابر این رفتار سعید مرتضوی یه همچین پولی رو بپردازه، یه همچین خسارتی رو به عهده بگیره. در هر صورت این یه مسئله بود. مسئله دیگه این بود که در سال 88 موقعی که سرکوب کردن مردم ایرانو، بسیاری از آدم ها رو این مرده که سعید مرتضوی دستور رو بردن در زندان کهریزک که از جمله همه وارد دید، یکی از کسانی که کشته شد این پسر یکی از سرداران سپاه یعنی روح الامینی بود. خب با این پرونده احمدی نژاد اینو برد کشت در رأس تامین اجتماعی و اینم دید عجب جای خوبی هست و میتونه مقدار متنابه پول به جیب بزنه. ورداشت قراردادهای مختلف بس به بابک زنجانی چندین کارخانه بخشه و کارخونه‌جار در عوض این که از اون پول بگیره یا یه مدرکی بگیره که این کار کرده، چک تامین اجتماعی رو هم داد به بابک زنجانی. چون بابک زنجانی یه دونه از این چکار رو خورد کرد. ببین یعنی کارهایی که شما اگر در زمان نمیدونم فتلی شام انجام میشد الان از خنده روده بر میشدی، ولی درست در قرن 21 در حکومت آقا امام زمان و در حکومت علی و در حکومت عدل اسلامی زیر سایه رهبر چاوپکشان جهان ما ببینیم که این اتفاقات میفته و آبم از آب تکون نمیخواد. حالا بعد از یه مدتی خب احمدی نژاد رفت کنار و یواش یواش پرونده این سعید مرتضوی رو آوردن به جریان انداختن. چون اون روح الامینی خودش یکی از سرداران سپاه بود و بسیار آدم پرنفوذی، پشت سرش هم محسن رضایی و یه دست سردارا بودن، قبول نکردن که این سعید مرتضوی همینطوری بره بچرخه و هیچ کاریش نکنه. بعد هم همه واردی که سعید مرتضوی برادر این لاریجانی ها رو یه روز با حقبازی برد توی تامین اجتماعی، میکروفون گذاشت، دوربین گذاشت و از او شروع کرد تحقیقات کردن در حقیقت، ولی در این حال میگفت یعنی داریم صحبت میکنیم. و برادر این لاریجانی ها به این قول داد که اگه تو چند تا کارخونه سوده پرمنفعت رو به من بدی، یعنی در حقیقت به برادران دیگه، برادران من در قوه قضاییه و قوه مقننه و جایی که نفوذ دارم مثل جواد لاریجانی که در حقوق بشر قوه قضاییه است یا دو تا برادرای دیگه اش که استاد دانشگاه هستن، من میتونم کاری بکنم که تو رو هیچ کس دیگه از جات نکند. همه ضبط کرد و داد به احمدی نژاد، خوش خدمتی دیگه. احمدی نژاد هم همه میدونیم برد تو مجلس و بعد نگم بگم بالاخره گفت و بعد اون جنجال به وجود اومد و از طرف رهبر چاوپکشان هم بهش اطلاع داده شد که زیاد شما گرد و خاک نکن و به این به اصطلاح بحث خاتمه بده. اما احمدی نژاد دورش تموم شد، به کنار رفت، مورد خشم قرار گرفت. همه این جریانات شما آگاهی دارید. اما تصمیم گرفتن بعد از این همه جنایاتی که این مرده که سعید امامی کرده و این همه کارهای خلافی که کرده و هزینه های به قول خودشون هزینه های گزاف که به گردن رژیم انداخته، او رو ببرن در یه دادگاه فقط به یه جرم دو جرم لااقل محاکمش کنه، در حالی که ده ها جرم کرده. و بعد بردن در یه دادگاه فرمایشی، دو سه دفعه نرفت در دادگاه، وکلاش نرفتن و خنددار اینجا بود که هر بارم در دادگاه حتی یک بار نه همیشه شرکت کرد، 8 نفر 9 نفر از این گوریلا رو با خودش میبرد. خودشان که میدونید درست مثل جنتی خیلی آدم قد بلندی، بعد میرفت دادگاه و این گوریلان پشت سرش و همه به خرج مردم ایران، یعنی این گوریلا رو گذاشته بودن که مواظبت بکنن از این مردک. و بعد رفت تو دادگاه، دادگارم تر کرد، هیچ چیزم بهش نگفت چرا. آمد بیرون، بالاخره با کشمکش زیاد
یه دفعه تبرئه کردن، یه دفعه گفتن آقا باید دوباره دادگاه تشکیل بشه و نرفت و دوباره رفت و اینا، محکومش کردن به 2 سال زندان. بعد پرونده خوابید. خودش چندین بار مصاحبه کرد، گفت من تا اینجا که آگاهی دارم محکوم نشدم و مرحله فرجام‌خواهی خواهد بود و نمیدونم تجدید نظر و اینا رو اگه طی بکنم هیچ مدرک اینا ندارن که بخوام منو محکوم کنم. من انجام وظیفه کردم و چندین بارم تهدید کرد تو این صحبتاش، یعنی من کسانی بهم دستور دادن که من دستور اونا رو انجام دادم، یعنی هم کاری که احمدی نژاد میکنه، ولی فوری زدن تو دهنش و سرسرش خوابون. بعدم گفتن سعید مرتضوی گم شده. هفته گذشته گفتم تو شمال گرفتیمش، آوردن بردنش زندان اوین، تحویلش شد. یکی از این اصلاحچی ها یه مقاله نوشته که آقا همه ما تو زندان ها بودیم، میدونیم که روزای اول اینجور آدم ها وقت که وارد زندان میشن، زندانی ها مطلقا با اینا تماس نمیگیرن و مورد نفرت زندانی هست، چون میدونن که این مثلا از جمله سعید مرتضوی چی کارهای کثیفی کرده، چقدر خانواده ها رو بدبخت کرده، فحاشی کرده به خانواده زندانیان، به خود زندانیان، زندانی ها رو کتک زده، حتی خانواده هاشون کتک زده. اینی که باش رفتار بسیار زشتی میکنن، ولی یواش یواش اینا شروع میکنن تعریف کردن از قدرتشون و اینکه اینجا که آوردنشون، اینا رو همه رو نوشته این طرف، اینجا آوردنشون اشتباه آوردن، چندی دیگه آزاد میشن و دوباره به همون قدرت سابق برمیگردن. بعد مسئله آورده این آقا که علی خانی و یه نفر دیگه که زمانی اون جنایت قتل‌های زنجیره‌ای کردن و شادروان فروهر رو همسرش رو تکه پاره کردن و بعد گرفتنشون، اینا آمدن زندان، اول هیچ کس با اینا حرف نمیزد، بعد یواش یواش اینا شروع کردن خودشون تعریف کردن و کلی از این زندانی ها رو جمع کردن دور و بر خودشون و طوری شده بود که این زندانی ها فقط به خاطر اینکه شاید اینا آزاد بشن با اون قدرتی که تعریف میکنن و داشتن بتونن یه کمک کوچیکی به اینا بکنن، حتی مجانی برای اینا خدمت میکردن تو زندان، یعنی اینا میشستن اون بالا اینا براشون خدمت مجانی میکردن، هر چی میخواستن براشون میآوردن، نمیدونم جاشون رو پهن میکردن، ظرفاشون رو میشستن و از این حرفا. بعد از یه مدت که میگفت اینا دائم میفرستن به مرخصی و این آقا تعریف میکنه که به احتمال قوی سعید مرتضوی هم چندی دیگه اولا این مراحل رو طی میکنه، باز تو زندان بهترین فرم رو براش به وجود میارن، بهترین امکانات به وجود میارن، بعد هم میره بیرون میچرخه، هیچ کس هم نمیبینه که این تو زندان هستش نیست و مثل برادر این محسن رفیق دوست که آوردن محکومش کردن من تو زندان، بعد معلوم شد که بسیاری از این مغازه های به اصطلاح دکان های زندان ها رو این محسن رفیق دوست برادرش اداره میکنه و بعد هم گفتن دبی داره زندگی میکنه. بگذاریم، حالا سعید مرتضوی جانی، سعید مرتضوی دوست و سعید مرتضوی که حتی خود این رژیم سراپا فاسد هم بعضی هاشون اعتقاد دارن که هزینه های بسیاری رو به گردن رژیم گذاشته در زندانه، اما هیچ کس نباید انتظار داشته باشه و ما نباید فکر بکنیم که فقط سعید مرتضویه که مرتکب به این جنایات بشه. رژیمی که در رأسش یه آدم دروغگو و حتاک مثل علی خامنه ای قرار داره که دائم در هر سخنرانیش به بسیاری از رهبران جهان توهین میکنه و حرفایی میزنه که از دهان یه آدمی که حالا در ظاهر به عنوان رهبر یک کشورم هست بعید به نظر میرسه، خب در اون مملکت آدمی که دست دزدار رو باز گذاشته، آدمی که دست سپاه پاسداران، دست ملاها، دست آخونده، اونم کثیف‌ترین افرادش
و دوسترینشون و قاتلترینشون رو دستای اینا رو باز گذاشته برای این که میدونه. اینه یک بار دیگه هم گفتن این تیپ آدم ها هستن، این کسان هستن که به دلیل آلودگی زندگانیشون، زندگیشون، دوره زندگیشون و این که اگر حکومت برگرده هر رژیم دیگر جایگزین رژیم جمهوری اسلامی باشه، اینا رو میکشه به دادگاه های ملی و پدر اینا رو در میاره. اینی که از این لغت استفاده میکنن واقعیت داره، برای اینکه سابقه نداره در یک حکومت این همه جانی و دوست رو توی مجموعی بذارن و اینا سر کار باشه. حتی کسانی که جزو این بسیار رهبران اصلاحاتی بودن، ای از نظر بعضی از مردم پاکتر بودن، اونا هم همه رو غلقم کرد که دیگه دورورش یه عده کاملا فاسد قرار داشته باشه و جانی. نگاه کنید میونه این آدمایی که دورور این هستن، چه تو سرداران سپاه و چه این آخوندهایی که تو مجلس خبرگان هستن، چه آخوندهایی که در شورای نگهبان هستن، چه آخوندهایی که در دادگاه های شرع و دادگاه های انقلاب و دادگاه های نمیدونم روحانیت و دادگاه ارتش و دادگاه های به اصطلاح خود دادگستری و قوه قضاییه هستن، همه یک جانی و دزدن، استثنام دارن خیلی کم. بعد هم نگاه کنید خود این لاریجانی، آدمی که 63 تا حساب مربوط به قوه قضاییه رو بعدا گندش کارش در اومد، میدونی که این صادقی توی طویله مجلس این موضوع رو لود، 63 تا حساب مربوط به قوه قضاییه رو که میلیاردها پول مردم بیچاره رو که میرفتن به عنوان ودیعه این پول میذاشتن دادگستری استفاده اینا میرفت تو جیبی، تا اون موقع یک کلمه حرف نزده بودن کمان که الان خفه شده همه. بعدم جنجال کردن، حتی میخواستن اون صادقی رو بگیرن با وجود که وکیل مجلس اون شب فرار کرد و هیچی سرسده موضوع رو خوابوندن. امروز یا دیروز این مرده که لاریجانی مصاحبه کرده، من برام خیلی جالبه که اینا حتی حفظ ظاهرم نمی کنن. شما در تمام دنیا همیهنان گرامی وقتی که میگن رئیس دادگستری، وقتی که میگن دادستان، وقتی که میگن دادیار، اینا همه پشتش معانی خاص خودشو داره. دادستان یعنی داد میگیره، داد مردم رو میستانه. دادیار به صلاح معاون یا جانشین دادستانه. قاضی کسیست که میشینه اونجا از صحبت‌های آدم و وکلای مدافعشون اینا گوش میکنه و رأی میده. رأیش هم باید طوری باشه که ما سردر دادگستری یه موقع میدیدیم، یه به اصطلاح ملکی که چشماشو بسته، یه ترازو دستشه و این ترازو ترازوی عدله، باید مساوی باشه. تا زمانی که جرم و جنایت یه نفر مشخص بشه این وزنه میاد پایین‌تر و اون آدمو میگیرن و به مجازات برسن. در یک همچین دستگاهی یا آدمی رو میارن که نه تنها اصلا اعتقادی به داد نداره، به دادگستری نداره، یا آدمی که جوانیه، دوسته خودش و خانوادش. معلوم شده که در ورامین اینا بالای 100 هکتار زمین رو این برادران لاریجانی گرفتن، 75 تا یا 175 تا، من این آمارا رو متاسفانه چون همیشه یادداشت نمی کنم، 175 تا اینا چاهای بسیار عمیق زدن طوری که همه چاهای اون ناحیه رو خشک کرد. بعد در این به اصطلاح زمین بسیار زیاد انواع و اقسام گاو و گوسفند و نمیدونم اینا رو پرورش میدن و اینا رو میفروشن، کشاورزی میکنن، کشاورزی با امکانات دولتی و خب دستشون هم که گفتم براتون، اون یکی تو مجلس، اون یکی در قوه قضاییه، یکیشون در به اصطلاح کمک به حقوق بشر، بقیهشون هم تو دانشگاه، یکم که از این برادرها دلال ایناست. خب در رأس قوه قضاییه این آدم گذاشتن،
اومدن باش مصاحبه کردن، گفتن یه دختری که تو خیابون بد حجاب بوده یه مأمور ارشاد این رو کتک زد، ولی مردم هم عکس گرفتن. این رفتار این مأمور ارشاد باعث شده اولا در خود مجلس عکس العمل دارن، این قوه چی میگه تبیل مجلس، یک عکس العمل زیادی به وجود آورد بین مردم، بین این فضای مجازی بسیاری از جوانان، بسیاری از مردم اعتراض کردن آخه این چه رفتاری شما با زنان و دختران میهن ما میکنید، طوری که وزیر کشور اومده گفته آخرین اطلاعی که من دارم اینه که ماموری که دست به این کار زده از کار معلقش کرده. دیروز یه نفر از این روزنامه نگاران رفته در گویا روزنامه میزان که مبصر به خود قوه قضایی است، رفته با این مصاحبه کرده با این مردک لاجرمی، یعنی رئیس قوه قضایی، کسی که باید عدالت و برابری همیشه مورد نظرش باشه. بهش گفتن آقا یه همچین جریانه، گفته بسیار بیجا کردم که در مطبوعات و در محافل مختلف از جمله در مجلس اون مأموری که وظیفه‌شو انجام داده او رو توبیخ کرد. گفته این وضع نمیشه که مأموری که مأمور این کار بوده و وظیفه‌شو انجام داده و اون دختر رو مورد ضرب و شتم قرار داده طبق قانون عمل کرده. اگر شما یه همچین مأموری رو بیارین و مجازات برسونید دیگه سنگ رو سنگ بر نمیشه. یاد حرف رهبر چاوکشان افتاده. خب وقتی خود اون مردک اون بالا میشینه میگه شما آتش به اختیار هستی، یعنی قانون رو بذاری زیر پا، به این لاتا میگه، به این اراذل اوباش دور برش حزب اللهی ها و سار اللهی ها اینا، میگه اصلا قانون چیه؟ شما با آتش به اختیاری، یعنی اگر دیدین در یک جا نه دولت نه دادگستری نه مأمور ارشاد اینا وجود ندارن و اصولا هم کسی به حرف اینا گوش نمیکنه، خودتون بیاین وسط چاقو بزنید، یعنی این دیگه چاقو بزنید تیر در کنید قنده بزنید، آتش به اختیار یعنی این، یعنی مسلسل که نه آتش به اختیار دیگه، حتی مسلسل. خب وقتی در مملکتی یه آدم جانی اون بالا بشینه این حرفا رو بزنه، شما از رئیس قوه قضاییه اعتقاد دارین که انتظار دارین که بشینه راجع به عدالت و عدل و اینا صحبت کنه، انتظار دارید یه لاتی مثل نقدی بیاد بشینه چهار تا حرف حساب بزنه؟ داشتم مصاحبه نقدی رو گوش میکردم چند دقیقه تو همین تلویزیون تحمیلی رژیم جمهوری اسلامی، داره میگه من اینه به شما بگم، به گوینده داره میگه، اونم مثل بوز اخفش نشسته نگاهش میکنه، یه لبخند جوکنوارم میزنه اون گوینده، میگه که من دارم این موضوع کاملا جدی میگم، گوش کنیم، ما اگر اتفاقی در منطقه بیفته تمام پایگاه های آمریکایی که زیر نظر داریم و همه رو میشناسیم همه رو نابود میکنیم و آمریکا دیگه شانسی نه تنها در منطقه خاورمیانه و آسیا نداره بلکه در بسیاری از جهان نابودش میکنه. خب شما فکر کنید اینو همه شنیدن، وقتی که یه مردک بی سواد عقب افتاده ای مثل نقدی میشینه این اراجیف سرهم میکنه، وقتی که فرماندهان سپاه میان میگن ما اسرائیلی که ولش کن، اونی که ما داریمش یعنی نابوده، تمام این کشورهای خلیج واقع در جنوب خلیج فارس اگه کوچکترین اقدام بر علیه ایران بکنن نابودن، بعدم میگم ما با آمریکا طرفیم و از این اراجیف سر هم میکنن، شما چه انتظاری دارید؟ در رأسشون یه آدمی قرار گرفته که مطلقا سواده، نه نظامی داره، نه سیاسی داره، نه اجتماعی داره، نه تاریخ خونده، هی بادش کردن این طرف رو و باورش شده که یه آدم نابغه است، اون کاری که همه با دیکتاتورها میکنه و دیکتاتورها اینقدر باد میکنن که بالاخره منفجر میشه. بله
و داشتم یه مقاله رو میخوندم و اون اینه که همینان گرامی در کشورهای استبدادی جایی که حکومت نه منتخب مردمه و نه مردم در شرکت دارن، یه آدم میاد اون بالا میشینه چماق میگیره دستش و میزنه سر مردم. خنده دارترین نوع حکومت های استبدادی این حکومت هاییست که بعد از به هم پاشیدن کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به وجود اومده. در خود روسیه که آقای پوتین نشسته، یه آدمی که عضو حزب کمونیست سابق بوده، عضو عالی رتبه کاگبش بوده، در آلمان هم خدمت کرده و همین دلیل آلمانی خیلی خوب حرف میزنه در آلمان شرقی، بعدم اینقدر اون رژیم فاسد بوده که به هم پاشیده، آدم هایی مثل یلسین و اینا اومدن در رأس قرار گرفتن. یلسین هم که همه نمیدونم بعضی شما یادتونه یا نه، یه آدمی بود که اصلا کمدی بود. من یادم اومده بود آلمان اون موقع هلموت کول صدر اعظم آلمان بود، تشریفات عظیم براش گذاشتن، رهبر روسیه دیگه. حالا بعد از اینکه اتحاد شوروی به هم پاشیده بود گورباچوف رفته بود، خب این اولین سفر رئیس جمهور بعدی، رئیس جمهور روسیه فدراتیو به آلمان بود، آلمان یک پارچه، استقبال عظیمی ازش کرد. این ناگهان مست مست آمد رفت توی دسته موزیک، اون کسی که به اصطلاح دسته موزیک رو رهبری میکرد این چوبا رو ازش گرفت و شروع کرد اینجوری جوری کرد، مست اصلا متوجه نبود. تا یکی دو تا از این دوره ولیاش اومدن از زیر بغلش گرفتن و بردنش. خلاصه اون روسیه رو به جای رسوند که در فقر و بیچارگی کامل روسیه فرو رفت. بعد خطر این بود که اصلا نه تنها روسیه تجزیه بشه، بلکه اصلا یه قیام دیگه انجام بشه. در آخرین لحظه متوجه شد که این کار کار این نیست. یا آدمی مثل پوتین، رو در حالی که خیلی کسا بودن دوربر اون گرفته بودن میگفتن اینا شانس دارن که رهبر روسیه بشه، این ناگهان پوتین از وسط اینا کشید بیرون. اولین چیزی که پوتین قول داد این بود که اگر به قدرت برسه بعد از او به خانوادش و خود این که دوزی ها کلان کرده بودن دخترش و دامادش و اینا، به اینا کاری نداشته باشه و سر این قرارش هم وایساده تا حالا. بعدم که یلسین مرد، خب شما ببینید در روسیه الان پوتین چندین ساله قدرت رو در دست داره و نمیخوادم از دست بده. یه دور دو دوره رئیس جمهور میشه، بعد دیگه نمیتونه طبق قانون، مثلا خیلی به قانون اهمیت میده، بعد میره کنار یه نفر دیگر میاره که نخست وزیرش بوده، میاره میذاره رئیس جمهور موقت، یعنی دو سال چهار سال رئیس جمهور میمونه این طرف، اون خودش میشه نخست وزیر، ولی همه قدرت دست نخست وزیره. بعد دوباره میاد کاندید میکنه، دوباره اون یکی میشه نخست وزیر، این میاد میشه رئیس جمهور. بعد هم الان داره یواش یواش کاری میکنه قانونی بگذرونه مادام العمر بشه رئیس جمهور. این که مال روسیه است. خب میان این بر آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، حالا گرجستان یه خود وضعش بهتر شد، همینطور آدم های که اون بالا نشستن دیکتاتوری هستن که قبلا در رهبران حزب کمونیست شوروی بود، رهبران همین مناطق بود. در ارمنستان آقای سرکیسیان دو دوره ریاست جمهوریش تمام شده، بعد اومد گفته حالا میخوام برم نخست وزیر بشم. تمام مردم ارمنستان، 3 میلیون هم جمعیت داره ارمنستان، 3 میلیون ریختن تو خیابونا بر علیه این سرش سرکیسیان که آقا نمیخوام تو رو، تو دیکتاتوری. مردم رو به بنکش تو کتک میزد. بالاخره امروز استفاده رفت. منظورم اینه که در این کشورهای استبدادی عمیانان گرامی، در کشورهایی که قدرت دست یا آدمه با چماق، با این کشورها وقتی شما میایین اینا رو تحت تحریم قرار میدین،
نه تنها این تحریم ها به مردم تحمیل میشه، بلکه اون کسانی که در رأس قدرتن خودشون میخوان محدودتر جا بزنن و ثروت بیشتری میاندوزن. زمان صدام یادتونه آمریکا تحریم کرد، عده زیادی از بچه ها به خصوص بچه ها و زنان و کودکان کشته شدن از بی دوایی، از بدون غذا بودن، از بسیاری از اینجاها. ولی صدام میلیارد میلیارد جمع کرد خودش رو دور بریاش. در جمهوری اسلامی شاهدی هر چی که حریم‌ها زیادتر شد، اینا از راه‌های غیرقانونی شروع کردن جنس وارد کردن، جنس خریدن، پول رد و بدل کردن، پروارتر شدن، طوری که سپاه تبدیل شد به یک غول اقتصادی در منطقه آسیا. خب و الان صحبت بر سر اینه که این تحریما نه تنها در اتحاد در روسیه اثر نداشته، بلکه وضع روسیه رو بهتر کرد. فقط مقدار کمی الان روبل اضافه شده کرد، به اصطلاح قیمتش اومده پایین، ولی میگن با بالا رفتن قیمت نفت این مشکل هم حل میشه. اما کار اساسی که باید در مورد این کشور انجام میشه اینه که منابع درآمد اینا رو ببندن. یعنی وقتی جمهوری اسلامی نفت میفروشه باید جلوی نفتش رو بگیرن، نه که بیان تحریمش کنن. خب تحریم بکنید شما از این جای دیگه اینا میرن. تحریم که کالا نفروشیم بهش، نمیدونم تحریم که صادراتش نخریم. صادرات چیه؟ ایران صادراتی دیگه برش نمونده. یه زمانی بود اتومبیل میفروختن، یه زمانی بود تلویزیون میفروختن، از این کار. حالا چی؟ فقط نفت، نفت و روده. خب نفتم که میفروشن پولاش میگیرن میخورن، بعدم زیر قیمت میفروشن، پر کشدار رو پر نفت میکنن میفرستن توی دریا. دیدین که احمدی نژاد گفت ما دیدیم بودجه نداریم به شهربانی پول بدیم، ولی ناجا بهش اون دوتی کشی نفت داریم، بعدم اونا خوردن پولشم، خوردن پول مردم ایران. حالا اینه میخوام بگم تمام کارهایی که الان در زمان تحریم ها انجام شده، کار قاچاق رو بیشتر و بیشتر کرده، وضعیت سپاه پاسداران و مله‌ها و آخونده رو بهتر کرده، و الان هم اینا از خدا میخوان دوباره تحریم رو برقرار بشه. فقط چیزی که اینا رو میتونه نابود بکنه جلوگیری از صدور نفته. برای اون مردم فرق نمیکنه دیگه، زندگی از این فاجعه بارتر میخوان. چی دارن مردم که دلخوش باشن بهش، که بگن آقا این تو این شرایط ما اینا رو داریم و باید خوشحال باشیم. ولی مسئله اینجاست که توی این کشورهای غربی از آلمان و فرانسه و ایتالیا و اینا گرفته تا کشورهای دیگه، تا حتی آمریکا، این اراده که بیان جلوی فروش نفت ایران رو بگیرن نداره. در زمان شادروان مصدق اومدن این کار کردن، شرکت بی پی و انگلیس به تمام مشتریای ایران دستور داد، تهدید کرد، گفت آقا نمیذارم نفت ایران رو بخریم. مصدق با تخفیف حاضر بود نفت ایران رو بپوشه. اگه دو تا کشور حتی اون اتحاد شوروی نفت ایران خریده بودن، ایران به اون فاجعه نمیفتاد، نکردن. ولی در زمانی مله ها همینطور معاملات زیر میزی ادامه داره و زیر پرده. نفت هم میره، قیمت نفت هم 10 برابر میشه، 50 برابر. زمان احمدی نژاد تا 100 خورده رفت هر بشکه. اما داشتم یه گزارشی رو همیانانی گرامی میخوندم از تبعیض‌های حاکم بر مملکت ما. کمپین حقوق بشر ایران، میخوام از روی این بخونم که اسمو درست بگم، از قول آقای حسن امینی مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج و مفتی و حاکم شرع مردمی سنندج می نویسد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به زاهدان را نداده. آقای امینی می گوید که علمای اهل سنت اجازه سفر به استانها و شهرهای سنی نشین را ندارند و وزارت اطلاعات هیچ گونه گردهمایی و دیدار میان آنها را نمی‌دهد.
توجه کرد. اینا نمیخوام برن خارج از کشور. من یادمه که رهبران سنی ها، مفتی عبدالحمید در زائر گفت من میخواستم برم در کنفرانس بین المللی سنی ها، اجازه نداد، من خارج. ولی اینا میخوان مسافرت بکنن در داخل. ما اومدیم آزادی، این روزخان ها و ملای دروگو به ما گفتن که ما اومدیم برای شما آزادی بیاریم، بهار آزادی. حالا کاری کردن که این هموطنان سنی ما که تمام قسمت های مرزی ایران اکثرا سنی نشینن، تعدادشون بالای 20 میلیون است، اینا اجازه مسجد ندارن به جز اون نواحی که خودشون هستن. تازه تو اون نواحی هم این شیعیان رفتن 10 تا مسجد شیعه گذاشتن تو مناطق سنی نشون، دو تا اجازه دارن مسجد سنی ها باشه. در بقیه این نقاط از جمله تهران، تبریز، نمیدونم رضایه، ارومیه، نمیدونم مشهد، هیچ کدوم اینجا اجازه تأسیس مسجد سنی ها نداره از جمله در تهران. خب حالا بهشون اجازه نمیدن. آقای حسن امینی حاکم شهر مردمی هم میخواسته بلند شه بره یه شهر دیگه، بره به این مدارس به اصطلاح ترویجی سنی ها سر بزنه، اجازه ندادن. گفتن شما کی اجازه نداده؟ سپاه نه، وزارت اطلاع که در رأسش همین مردک روحانیه. بعد بشته یه وزارت خونه دیگه هم درست کرده که اون یونسی رو گذاشته که قبلا وزیر اطلاع، که اون مخصوص اقلیت هاست، به مشکلات اقلیت ها رسیدگی کنه. بعدم اول قول داد که از میون استانداران و معاونینشون رو وزارت خونه اینا من میخوام هموطنان سنی رو بیارم، همونطور که گفت زنها رو میخوام بیارم وزیر کنم. حتی عرضه احمدی نژاد هم نداشت، نتونست. حالا وزیر اطلاعات همین مردک روحانی جلوی اینا رو گرفته، گفته اجازه مسافرت نداره. اما یه ترفند دیگه ای که اینا به کار میبرن، یادتونه همیشه من راجع به این موضوع همیانانی گرامی صحبت میکردم که در جمهوری جهل و جنون اسلامی، چون تعداد آدمای قاتل، دوست و کسانی که وابسته به اینا هستن کمه دیگه، همه مجموع این آخوندا کمه هم کمه، مجموعه آخوندا، مجموعه این چابکش های سپاه و بسیج و حزب الله و اینا رو جمع کنیم، به اضافه همه دار و دستشون، اینا تعدادشون به 4 میلیون نمیرسه. خب از میون اینا یه عده اینا باید وکیل داشته باشن، وزیر داشته باشن، استاندار داشته باشن، سفیر داشته باشن در کشورهای مختلف که بتونن حفظ آبرو کنن. یاله بگذاریم که دیگه آبروی برای ایران نمونده. خب اینا باور اصلا باور کردنی نیست. از ابتدای انقلاب تا به حال اگر شما این اسامی رو بخونی میبینین همینطور اینا رو برداشتن دوباره یه جای دیگه گذاشتن، از اونجا بردن یه جای دیگه، از فقط تو خودشون چرخیدن و تو خودشون هم اینقدر دشمنی و چشم دنگ آخونده دیگه، چشم نداره ببینه که یه ظرفی که داره غذا میخوره یکی دیگه هم از اونجا بخوره. اینا چشم دنگ، اینا گدا صفت، نه گدا، یکی از فقیره، اینا گدا صفت هم. سر یه بادیه غذا توی این قوم، تو اون جایی که زندگی میکردن، تو اون بیغوله ها، تو سرکول هم دیگه میزدن. حالا اومدن در قدرت نشستن و در قدرت هم چش ندارن هم دیگر ببین. اینه که یه دور تسلسل باطل، یعنی یه عده‌ای که از اینجا بلند میشن میشینن اونجا، از اینجا برشون میرن اینجا، از جمله سرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری، همین سه دوره قبل وکیل مجلس، وکیل طویله مجلس بودی کوثری، حالا اومده دوباره لباس نظامی پوشیده، دوباره پاسدار شد، شده جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه. گفته آقای اخیرا من میشنوم هی میگن که سپاه
این بندر بنادر نمیدونم آزاد داره، هر چی میخواد میبره. بله ما داریم، ما تمام این بنادری که داریم که آقای به اصطلاح کروبی لو داد که تعدادی 160 تاست، بله اینا رو داریم و اینا تحت نظر ستاد به اصطلاح فرماندهی اداره میشه و همه کارهای ما رو اونا رو کنترل میکنن و دیگه کسی اجازه نداره تو کارهای ما دخالت کنه، یعنی فضولی کنه. بنابراین کار خلاف نمیکنه. بله و کارمون داریم انجام میدیم. مثل اینکه امیر به من خبر داد که دیگه زیادتر صحبت نکنم. سپاسگزارم امیرانی گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.